شمشم ناصر نصری هم پروشای شفتیم هستیم سال 5783 بریت اونا. اجازه بدید قبل از اینکه ما مبحث رو شروع کنیم ارتباط و سنخوت پروشا هفته گذشته تا این پروشا اشاره بکنیم. میفرماد که نوشته آخر پروشای رئه ولوی حوادش ترسخا و علات خان را اوت اتپنه هشم لکه خان، یعنی موقعی تو میری زیارت به تمیقداش خونه و چیزات و بالاخره گوی ما همسایه هستن و تو خیابان شما تو بلاک شما زندگی میکنن، آرزو دارن که تو نباشی برن با دوزنه بچی. میگه هشم نتوان باش، تو با هشم باش، هشم برده چی کاری همجا بوده. معصه میارن که یه موقع دوتا برادر بودن اینا حسن برن یرفشلاهیم برای زیارت شبستگانی خونه ویل کیدن رفتن. و بعد که از سفر بعد از ما اومدن سوغاتی آوردن برای همسایه گویمون. شما کجا بودید؟ یعنی چه کجا بودیم؟ ما رفته بودیم زیارت توی یرفشلاهیم. اون موقع هم که هواپیما نبوده و به اصطلاح ماشین به سرعت و اجزا نبوده. به هر حال شما رفتید اومدید چطور شده؟ وقتش محمدتون ما میدیدیم که میاید از خونه بیرون و میرید تو خونه. آفرین به خدای یهودی ها که فرشته به شکل شما میابرده میباده که کسی چشم داست ندشته باشه خونه شما. یه همه شفتیم شدیم تن بخواب خودش آرخ ها موقعی که درست باشی پاک باشی از میسوت معصیم تو میمیتون مل آخ به وجود میاد. نگه داره خونه تو، نگه داره مال تو، نگه داره خود خودت که هست. برای همه اینا پیوست کرده با شفتیم شدیم تن بخواب خودش آرخ ها، مطمئن باش خبری نیست. یه معنای دیگه میکنن که فرمان چه ارتباطی داره روی حمادیش در سخا با پروشای شفتیم شطرین. فرمان اگر میدراش رو نگاه بکنیم بینیسته که القانا شوهر حنا موقعی که میرفت زیارت میمده از دها که رد میشده شب اونجا بیتوته میکنه، شب اونجا میمانده. مردم گفتن که چه خبره؟ چطوره اینجا اومدید؟ گفتیم خب بریم زیارت خونه خدا، من شما نمیاد برید. این سعادت بزرگیه که خدا به ما لطف کرده، نورش خیناست در بتم داد در یرشلعیم، تنالو داره، درخشندگی داره، قدوشا داره، یه حالت دیگه انسان بهش دست میده، افتخار بزرگیه. مردم تشویق میکرد میبدن زیارت. اینا دیگه یاد گرفته بودن که بیان زیارت. بعد از یه مدتی از راه دیگه میرن که اون اهالی شهرهای دیگه، شهرستانهای دیگه، دهات دیگه هم اینا با خودش ببره یرفشلاهیم. اینا رو تشویق میکرد که بیان علیه بکنن برای شهرستگانی. میگه به خاطر اینکه این کار کرد هشم هم شموئیل ناوی بهش داد که ناویه شفتیم شفتیم شفت بوده، قاضی بوده بهش، به این زخوتی که دیگران رو تشویق میکرد برای زیارت خونه خدا. و هم اون زمان شما نگاه بکنیم بیش از 2000-3000 سال پیش وسیله نقلیه نبوده، همش باید پا پیاده برن. جاده هم جاده نبوده، جاده های سنگلاخ بوده، جاده چی بوده. اینه که رفتن به اونجا به اون ساسونی نبوده. برو خشم امروزه و یعنی بسیار بسیار سهل و آسون رفتن زیارت به اصطلاح کوتل یا یرشلاهیم و همسال اینها که البته الان متاسفان خرم، ولی امیدواریم آباد میشه و بتونیم راحتتر و خیلی آسونتر به اسرائیل نزدیک میشیم به زیارت خونه خداوند. اینه که میفرماد سمیخوت پراش هفته گذشته بایی میفرماد همه که مردم تشویق که بیان علیا شروع شرگانیم
زیارت خونه خداوند، برای همین شفتی به شفتیم دیدیم به خواهشیم شفت به اجده فرمان درجه شمایل عنابی خیلی بالاست، موشه به ارون به خواه عناب و شمایل به قره شما، اینه یه دوتا یه طرف موشه به ارون از طرف دیگه شمایل یه طرف دیگه، بنابراین فرمان زخوت بسیار بزرگیه که دیگران به صورت کلی تشکر کنن برای هر مورد مشتایی، فرق میکنه چه زن چه مرد. خیلی زنها هستن میتونن زنهای دیگه با ایشون دوست بشن رفیق بشن، اینهایی که فاصله دارن از آیین و از تورا و از علاقا اینا رو بیارن تو با کم کم بیارن چون تحرات مشبایی چون بدن رو کشرود یاد چون بدن و به تفیل خوندن یاد چون بدن، زنهایی که امرو مثل خود چون دوست بشن با ایشون خیلی کارا میتونن تشکر بکنن و این راهن نیست که با دوستی و با محبت خیلی کارا میتونه بکنه. رام نمیتونه بکنه، دوست میتونه بکنه. کارایی که رام نمیتونه بکنه ولی دوست میتونه بکنه. حالا دوست زن با زن، دوست مرد با مرد فرق میکنه. آدم موقعی که با یه نفر دوسته، یه جوانی با یه جوانی دیگه دوسته، به خاطر دوستی او کم کم میاد برا. میتخشلانی شما، بالی شما. بدین وسیله راحل خوبی میتونه باشه که ما همه به اصطلاح سرنشینان یک کشتی هستیم، همه ما یکی هستیم، نه اینکه خیال میکنیم که ما جدا هستیم هر کسی برای خودش، نه. یه اسرائیلی که میسرو بکنه این برای میسرو اسرائیلی که اون طرف دنیا هست محصره، چون همه ما یه واحد هستیم. همونطوری که فرمان موقعی که اخان بن کرمی که بعد از اینکه یوشوع میاد و یریحو رو تصرف میکنه و به صورت معجزه آسا بوده، چون اولین شهری که اسرائیل ها حمله میکنن و میگیرن حمله که نبوده، یه دیوارهایی داشته، ساد داشته، سر به آسمان کشیده و قطر اونام زیاد بوده، نه قطرش نیم متر، یه متر، دو متر بوده، به همون بلندی به همون قطر حصارهای شهر بوده. حالا اگه شهر هم بخواید شما بندازید دوباره مثل مکعبیه، دوباره هم تو میفته، چطور میتونی بیاید و چگونه گرفتنش؟ هاشم میگه هر روز بیاید یه بار فقط دور تا دوره یه روها تواف بکنید بگردید. حالا شنا میخوندن یا طولا میخوندن، به هر حال روز هفتم گفت هفت بار بگردید، روز هفته هم باریار نشتم. بعد چی داشت؟ دیواره اصلا فرو رفت، نه اینکه افتاد، اگه بیافته هم باز مانه هست که نمیتونن وارد شهر بشن، اصلا دیواره همش رفت زیر زمین و معجزه شد و اینا همشون تسلیم شدن. اینا خیلی میترسیدن، فهمیده بودن آواز ملت اسرائیل، شهرت اسرائیل شنده بودن، همه اینها همطور که قبلا رهاب هم گفته بود اینها همه دیگه تسلیم شدن. و چون این معجزه بود در اولش هرم بریدن، هرم بریدن که تمام چیزای بهادار و ارزشدار و نقره و طلا و امثال اینها همش برای هاشم قدش باشه، برای هاشم. حالا آقای آخان بن کرمی میاد و گول میخوره، از ستان گول میخوره، مقداری طلا و لباس و چیزا برمیداره و میره زیر چادرش حفر میکنه و پنهان میکنه. بعد که اسرائیل ها میرن یه شهر کوچیکی به نام ای میخواستن تصرف کنن، شکست میخوره. یوشوع هم میزن سر خودش، اسرائیل هم میزن سر خودش، میگن ما هنوز خیلی شهرها داریم که باید تصرف کنیم، یه ایده یه شهر خیلی کوچیک کوچیکه، ما شکست بخوریم. التماس کردم درگاه خدا چی میشه چی نمیشه، چرا تو شده و حتا اسرائیل، نمیگه کی، میگه اسرائیل خطا کرده، یه نفر خطا کرده ولی اسم همه اسرائیل ها تو اینجا مطرحه. که البته یوشع هم پرسی که کیه، میگه من سخنچین نیستم، برو قاره کشی بکن تا اینکه
معلوم بشه. یهوشوا میره کار کشی میکنه، میاد سبت یهودا، سبت یهودا به فامیل های مختلف برو کشی میکنه، تقسیم برنامه میکنه، میفته به آخان بن کرمی بن زبدین و یهودا. حالا یهودا یا خیلی سخت میره، خیلی ناراحت میشن، شکسته بزرگیه برای اینا، لکننگی که بین اینها آدم خائن پیدا میشه که به هرم به قدش هشم خیانت کرده. یهوشوا ازش خواهش میکنه، بگه تن تودا ده هشم، اقرار کن، اگه اقرار کنی قدوش هشم میشه، معلقت هم تو اسرائیل پیش نمیاد و حسی همین زخوته که تو اینجا تنبیه میشه بدون که علم عباد سجاش تنبیه نمید. میفرمان قسمت دوم آنین شبیه آخان گفت، آخان اینو خافا نون عل کن نودل نودل خواهد شمید کن عل کن نودل خواهد. میبینیم که قسمت دومو تشتبوته اسم آخانه که اونجا اقرار که اگه اقرار نکرده بود سختی یهودا خیلی براشون گرون تموم شده بود، مجبور بودن که بیان جلو دعوا بکنه. خب سطنه میادی کار میکنه، ولی خب گفت اقرار که همه دیگه نشستن سرجهشون، بعد تنبیش کردن از بینش بودن. فرماد که باید بودیم اسرائیل که خطا بکنه، الان هم همینطوره، یه اسرائیلی یه اشتباه غلطی بکنه تو روزنامه میگن اینا یهودی های کاری کرد، همه جا بوده تو همین گالو تو همه چیزا بدونیم اسرائیل هم. چرا؟ چون همه اینا یه باید، ما همه ما یکی هستیم، بنابراین یکی که خوب باشه به نفع همه هست، اگر کسی هم خواست شنم راه منفی بره به ضرر همه هست. آرام ربنو بحیه میفرماد درباره همین تلیه پراشا شفتیم شطریم، میفرماد که درخی ها درخی نو هم و خون لطیوتی ها شلو. ما میدونیم اضافت که میکنن دادگاهی میکنن برای چی؟ برای اینکه شلام برقرارش، کسی به وقت دیگری تجاوز کردی یا دانسته یا ندانسته، به هر حال باید حق به اقدار برسه و الا خون خون کشی میشه. اگر دادگاهی باشه، شفتین باشه، شطرین باشه، همونطور که شفتین میدونید قاضی ها هستن و مجریش شطرینه، پلیسه، پلیس هرچی حکم دادگاه باشه قاضی ها باشه اونا اجراش میکنن. فرماد که اینها امنیت مردم رو حفظ میکنن و شما باید این قاضی ها و پلیس ها رو داشته باشید، یعنی قانون قضاییه، قانون قوه قضاییه و قوه مجریه داشته باشید که بتونه یکی بدون دیگر امکان نداره. قانون مقننه ما داریم، قانون مقننه ما تو را است، تو را قانون برای ما گذاشته، چنان رو خوب یه ما را ویدی میشنم اینا که نگاه بکنیم همه اینا منبع و مأخذ قانون هستن، قانون قوه مقننه ما داریم تو راست اشمه. حالا قوه قضاییه میخواد که چجور قضاوت بکنن، بدونن ترتیب بدن که محکومه که حاکمه. همینطور پس از اون یه نفر که باید وارد باشه که بتونه این قضاوت ها را اجراش بکنه و در پرتو این چی پیش میاد؟ سول پیش میاد، شلوم پیش میاد. فرماد شلوم کلمه بسیار بسیار پرمعنا و پرمغز و پرهمیتیه، اسم هشم شلومه و اقرال هشم شلوم. میگه مرده ها زنده ها همه شلوم نیاز دارن، حتی آسمان هم بدون شلوم نیاز داره، همونطوری که اطلاع داریم واسه شلوم بیمرو ما هشم در آسمان سول و صفا شلوم برقرار کن. چیوری؟ خود شماییم چی از چی درست شده؟ از اش اومعیم، اش اومعیم آتش و آب با هم دیگه اینا در تضادن، ولی هشم بین اینها شلوم برقرار کرده، سول و صفا برقرار کرده. اینه که می فرماد شلوم
بسیار بسیار تو را قدشم هشم یواره ختم و بشلو هشم ملت اسرائیل بشلو برکت کنی بشلو خط بشه تفیلای تو ما میخونی بروخت هشم برخت مجسرت بشلو بعد قصه شلوم میگیم میبینیم شلوم یعنی مشبتم شلوم میاره بنابراین که نوشته شفتیم و شفتیم تیدن لخواب خود شالخا چون تمام راه های تراغنشا همش دستورایی که داده یا برای بدن یا برای نفش هر دو شلوم بیاره همونطور که میگه میبینیم شما اتشمال قدش ملو که خواب اشار بینا و تحصه و ازم تنو ستاب کلا محلاش سمت میسترین لاسه کنه بیماری ها رو تو نمیزنم اگر فرمان هشم رو اطاعت بکنی تو مجری فرمان هشم باشی بدنت سالمه نفش هم که مسلم در علم الیان دیگه گناه نداره که بره گینام چه رنج بباره اونجا اونم برای شلمه بخول بنایخ رو دشم برم شلم بنایخ بنابراین این که میفرماد در تلیه این کراشا رب این وحیه میفرماد میخواد بگی تو را همش در اخیه در خیلی مهمه و ما طالب شلم باشیم آخر جنگ هم شلمه جنگ میکنم با هم دیگه آخرش چی؟ آخرش مجبور هستم بشنن سازش بکنم با هم دیگه صلح بکنم برای کم یا زیاد بالاخره به صلح می انجامه پس میبینید که کلمه شلوم بسیار بسیار ارزنده است البته هلاخه هست که میگن اگر یه نفر اسم شلومه میتونن تو همون صداش بزنن ما شلوم به هم دیگه نمیدیم خب اون اسمشه ولی به اون شلومی که معنای سلام و بسرا نام اعظم هشم باشه نیت نداریم بنابراین مسئله ایجاد نمیکنه میتونن انجام بدن این مقدمه ای بود که گفتیم خدمتتون بگیم اما بریم رو سر شویر پنهاس ببینیم این پاراشای شفتیم چجوری با ماه مبارک اِلول که ماه تشواست میتونه همراه باشه میدونید اولین هفته ماه اِلول با شفتیم همراه است و ماه چیه؟ ماه تشوه است ماهی که ما باید آماده کنیم خودمون رو در مقابل اون انگیزه هایی که از ما در خلاف رای هشم بوده حالا باید موقعیت این باید تشوه بکنه درست؟ این لطف هشمه لابلای این پاراشا یک مسئله است که مربوط میشه به مسئله ما میفرماد ویاس رو شطریم لدبر الان میدونید که موقعیت میرفتن جنگ میمدن و مامورین اعلام میکردن که خونه نو ساخته و هنوز افتتاش نکرده بره کی باقی احداث کرده و هنوز جشنش نگرفته برگرده از جبه چند برگرده کی زنی عقد کرده هنوز حجره نرفته از جبه جنگ برگرده چرا چون دلش اونجا اینجا که جبه جنگ دلش باید با خدا باشه و میخواد دشمنان خدا را ما با کی جنگ میکنیم با دشمنان خدا جنگ میکنیم ما کسی به کسی دشمنی نداریم بلکه با دشمنان خدا ما نماینده میشیم از طرف خدا بنابراین باید دلمون تمام عیار به خدا باشه نه دل واپس زنی باشیم که چرا عقدش کردیم نرفتیم حجر و ناراحتیم نه فکرمون جای دیگه نباید بشه باید کمال و تمام اینجا برای هشم باشه و الهی آخر کار میگه اومیای شیشر چی؟ ایاره ورخ لبا یلخ ویا شول بیتو ولای مست لبا کسی که میترسه کسی که میلرزه برکرده چون ترس و فرار اولین قدم شکست اولین مرحله شکست برای مسجد دیگه دل دیگران برادراش آب نکنه
نه، باید محکم قوی بیستی. حالا حرف اینجاست که در مشنای سوتا میاره ربی اکبر میگه یه یار ورخلوا کیه؟ کسی که میترسه و نازک دله. ربی اکبر یه معنی میکنه به معنی خودش، کسی که موقعی که میبینه شمشیر دشمن داره زرق و برق میزنه. خب قدیما با شمشیر میمدن جلو دیگه، که هنوز توپ و تانک و موشک و پهراد و چیزا که نبوده. همه که این میبینه میلرزه میترزه، شاید پشد برگرده. ربی یوسف گالیلی نظری داره، میگه نظری دیگه داره، میگه کسی که میترسه از گناهانی که تو دستشه از اون میلرزه. هر خائن و خائف، کسی که خائنه ترسوه. هر کسی خیانت نکرده باشه، طلایی که پاکه چه منتش به خاکه. پس ربی یوسف گالیلی میگه کی میترسه و نازک دله؟ اون کسی که گناه تو دستشه. همون جا تو گمارا ادامه میده که اگر کسی بین تفیلین دست با تفیلین سر حرف میزنه، یعنی قطع میکنه، حواسش پرت میشه، این گناه تو دستشه. بعد از جبهه جنگ برگرده. کسی وارد میدان جنگ میشه که تمام عیار پاک باشه و صدیق باشه و شهادت مثبت باشه، حتی چیزایی که به نظر ما خیلی خیلی مهم نیست. چطوره که ما 248 تا مثبت اصل داریم، 365 تا مثبت تازه؟ آیا بین تفیلین دست و تفیلین سر صحبت کردن جز ایناست؟ این جزی از اجزاست. ولی با وجود این چرا این رو عنوان میکنه؟ بی خودی نگفتن تو گمارا که تا اگر بین تفیلین دست و سر حرف میزنه بعد از جبهه برگرده. بعد بدونیم ماه لول ماه تشوهاست. ما باید بدونیم اونطور که به نیساخان میفرماد ما 12 ماه داریم، هر ماهی مقابل یک شبده. همونطور که پرچم ها میدونیم 4 تا پرچم داشتیم، شما جنوب مشرق مغرب، هر سه تا سبتی زیر یه پرچم بودن. همونطوری که میدونیم اگر نگاهی تو را بکنیم میتونیم پیدا بکنیم در سفر بمیدبر میگه ماه نیسان و ایار و سیوان که پرچم یک بوده یهودا بودن و ایساخار از بودن. تموز آب الون که پرچم دو هست، درسته، مقابل روبن و شمعون و گاد هست. اینجا میبینیم گاد با الوله. ماه الول مقابل سبت گاد میفته. تیشی هشوان کسره مقابل پرچم سوم افرایم منشه و بنیامین. تبت و شبات و ادار مقابل پرچم چهارم دان آشر و نفتالی. میگه پس خودش الول با سبت گاد با هم همسان هستن، همتراز هستن، همراه هستن. ربی صدق اکوین از قول عریضان میاره که عریضان قدش هم حساب کرده که 12 ماه مقابل 12 شباتیمه و ماه الول مقابل گاده. چرا؟ باید بفهمیم. گفتیم ماه الول ماه تشواست، در مقابل گاد چی کاره، چی خبره، چی ارتباطی داره، چه رمزی هست؟ میفرماند اگر نگاه بکنیم در آخر سفر دواری موقعی که مشرب بنو زوتا برخا میکنه
ملت اسرائیل هر کدوم از شباتیم رو برخواه میکنه، موقعی که به گاد میرسه میگه چی؟ ولگاد امر بروخ مرحیو گاد کلاوی شخین و طرف زرو و افقد قد. یعنی به گاد میگه آفرین به خداوندی که وسعت میده محل گاد مثل شیر همچنان ساکنه و ترس شیر رئیس سلطان حیوانات شجاع دلیر همینطور گاد اینها شجاع هستند و دلیرند به طرف زرو و افقد خود. یعنی میزنه بازو با جمجمه. راشی میفرماد کشته شدگان گاد معلوم بوده، اینها با یک ضرب سر و دست طرف رو قطع میکردن، انقدر اینها قوی بودن. و هر شما کشته ها میدیدید و خواه میگم زدن سرش کشتن، سرش بریدن یا پاش بریدن یه قسم دیگه، ولی اگه سر میبینید با دست با بازو زدن این بدونید کشته های کیه؟ گاده. اینا چون گاد ما میدونیم که یکی از دو سبتونیمیه که اومدن این طرف یردن رو گرفتن و گفتن ما حاضریم پیشگام پیشمرگ بریم جلوی جبهه و با دشمن بجنگیم تا همه اسرائیل ها زمین ها رو نصیب ببرن و قسمت بکنن، بعدن برمیگردیم. این رو اطلاع داریم و میدونیم. حالا بفرمان چیز خودی داشته، از هر چیز خود میخواد که اینطور قدرت داشته باشن که بتونن سر و دست رو یه جا به یه زر قطع بکنن. از کجاست؟ زخوتو کجاست؟ میگم بفرم خاطر این که اینها بین تفیلین دست و تفیلین سر حرف نمیزدن، قطع نمیکردن. حتی منظور ما این یه نکته ظریفه، بعضی ها هستن خب مثلا ما شب با نگه میداریم یا مثلا میان وسط هزارا حرف میزنن یا حتی تعلیم میخونم وسط هزارا. وسط هزارا نباید حرف بزنن، نباید تعلیم میخونن، باید بوششون هوششون توانشون به شلی اصیبون باشه. همیت نمیدن همینطور بین تفیلین دست و سر همیت نمیدن، حرف میزنن یا سیاده حرف میکنن فکرشون جای دیگه میره و چیز دیگه. نه، کسی که دقت میکنه در تمام امور حتی جزئیات هم رعایت میکنه مخمیره. خب اگر این توضیح خودی داره پس در مقابلش هم میتونه امتیاز داشته باشه. هشم هم قدرت بهش میده که بتونه دشمن رو سر و دست یه جا با یه ضرب قطع بکنه. چقدر جالبه و چقدر زیباست که آدم بفهمه حتی جزئیات مثبت که انجام میده در مقابلش پیروزی داره. هشم همراهش هست در تمام زمینه‌های زندگی، براش پیروزی میاد، موفقیت میاد، آرامش میاد، سربلندی میاد، سر افتخار میاد. پس کی بوده که اینا پیش آهنگ میرفتن؟ گفتیم گاد و روبن بوده، گاد اول بوده. به چیز خودی موفق میشده که پیروز باشه و نه فقط پیروز باشه که دست و سر یه جا بزنه همانطوری که مشه ربین رو دعا میکنه، به زخوت این که تفیلین دست و بین سر اینها قطع نمیکرده، اهمیت میداره، یعنی مشخص بودن اینها. حالا چی میخواد بگی به ما؟ این تفیلین سمبول تراست، الگوی تراست. همانطوری که میخونی تو قدشتی لما که یه ترات شم بفیخه،
موقعی که انسان گره میخوره خودش، هم دستش هم سرش گره میزنه، یعنی مرتبط میشه، متصل میشه به خداوند، گره پا بر جا و مقاوم و همیشگی میزنه، مسلمه که در نمیمونه، هیچگاه در نمیمونه. این ترا همینه، موقعی که ارتباط با خدا داشته باشه ارتباط با ترا داره، تمام ترا رو داره. میفرماد حالا باید ببینید دست چی کار میکنه، تفیلین سر چی کار میکنه. تفیلین دست همونطوری که دست چپ میذاریم مقابل قلبه، میگه اگر قلب نباشه، قلب پاک نباشه، تمیز نباشه، از لوس و از آلودگی و از گناه بری نباشه، مغز که منبع مرکز دانش هست، مرکز حکمت، حتی دانش دانستنی های تمام ترا رو داشته باشه فایده نداره، چون این علم و دانشی که تو مغز انسان هست باید یه جایی جا بگیره که اون مرکز تمام اعضای بدن باشه. بدونیم قلب مرکز احساساته، همونطوری که میدونیم خون اونجا بدن راست و بسته چپ میان و میرن و تعویض میکنن و درست میکنن، فرماد اون منبع و مرکز احساسات عشق علاقه است. به چی؟ به چیزای منفی. و اگر این رو خالی نگه داره، اگر خالی نگه داره اون موقع میتونه اون ترا در این جایگاه جای بگزینه. پس اول باید قلب رو تصفیه کرد و تزکیه کرد، پاکش کرد از گناهان، از کینه، عداوت و همه گناهانی که هوا و هوس‌های زودگذر و جیفه این دنیا به طور کلی، به طور کلی بریم جلو، یعنی ارزش برای چیزهای مادی و دنیوی که بقا نداره و فانی هست ارزش قائل نمیشه، قلبش رو خالی از اینا بکنه، یعنی ایرعاد داشته باشه. ایرعاد شماییم میتونه این کار بکنه. اگه از خدا بترسه میتونه گناه نکنه. این چیز نیست که بتونه جلوی هوا و هوس انسان بگیره. هیچ ترمزی تو دنیا نمیتونه باشه، هیچ پلیسی نمیتونه جلوی آدم بگیره، جلوی شهواتش، جلوی غریزه‌هاش، چه از نظر جنسی، چه از نظر کبود، چه از نظر مالی و امثال اینا، تجاوز کردن به حقوق دیگران، همه چیزا، فقط و فقط ترمزش ایراد شمایی، ایرآست. ایرآ کجاست؟ تو قلبه. بعد میفته حکمه که تو مغزه. اینا دوتا نباید وسطشون قطع بشه، باید حواسمون جمع باشه که ارتباط بین حخما و ایرآ که تو قلب همچنان متصل باشه و لاینقطع باشه. برای همین گفته بین تفیلین دست سر انصراف نباشه، حرف نباشه، قطع نباشه، چه این مرکز تراست، یست تراست، سبت گاد رعایت این اصل رو داشته و میدونست به طرف زرو افقد خود میدونست که باید تمام مو به موی ترا رو بگیره، حتی بین تفیلین دست تفیلین سر، یعنی بین ایرآ و حخما نباید فاصله بندازه. این فاصله انداخت چیزی آیدش نمیشه.
اگر قلبش خالی نکنه از اون احساسات و غریزه ها و اون راه های انحرافی، اون حخمایی که تو مغزشه کجا میره؟ جا نداره بشینه. قلب مالامال شهوات و انگیزه های دشمنی و کینه و عداوت و از این قبیل لوس ها و آلودگی ها هست. اینا رو باید زدوده بکنه، باید تزکیهش بکنه، باید پاکش بکنه. اینی که فرمان کل شیرت خطو قدمت لحخمتو حخمتو میتقیمت. اگر کسی ترس خطاش مقدمه به دانش و عقلش، عقلش ثابته. و الا اگر ترس خطا نباشه، احساسات و شهوات و هوای دل از عقلان کمک میگیره که چجوری برسه به امیال شیطانیش. نه فقط عقل و دانش، میدونه، خیلی ها میدونه، بارها براتون گفتیم. افلاطون میبینن تو شهر خراباته، میگه افلاطون تو اینجا چی کاری؟ تو دانشمندی، تو توصیه میکنی، به همه پند و اندرز میدی، جای خرابات چی کار توه؟ من اینجا نیم، من الان افلاطون نیستم. یعنی چه افلاطون نیستم؟ یعنی علم من و دانش من کار نمیتونه بکنه. من اسیر شهوات هستم، اسیر هوا و هوس هستم، و بنابراین حتی عقله کمکم میکنه به شهوتو نزدیک بشم، به امیال شیطانیم برسم. حالا از نظر مالی باشه، از نظر مال جنسی باشه، از نظر مقام باشه، هر چیزی که میخواد باشه فرق میکنه. اون یه سرارهی که آدم میکشونه تو هوا و هوس ها به دله. عقلو و دانشو در خدمت او. بنابراین میگه اگر ترس خطا مقدمه بر عقل و دانش، عقل و دانش خرد و معنا داره، پای داره، و برعکسش نه. چه فایده داره عقل؟ جا نداره که کار بکنه. جلوش انگیزه ها و به شهوات های دل میگیره، نمیذاره که کارش بکنه. بنابراین اینجاست که فاصله انداختن بین این دو خیلی مهمه. این به سادگی نیست نگاش کنیم، یک کمی عمیق و جرفتر نگاش بکنیم میفهمیم مفهوم این که بین تفیلین دست و تفیلین سر نباید جدایی انداخت. یعنی مسئله دست منظور قلبه. قلب انسان دو بطن داره، بطن راست و بطن چپ. بطن راست یه سرطوبه، بطن چپ یه سراره است. قدوشایی رو که ما میزنیم، تفلین میزنیم که قدوشا بگیره، یه سراره است قدوشا فرار بکنه بره. ما به کمک نامعظم هشم میخوایم یه سراره بکنیم بیرون، چیره برش میشیم. خودمون که نمیتونیم، به کمک هشم میتونیم کار بکنیم. اگر این کار کردیم داریم رو هدف پیاده میکنیم. و یکیه که این کار ما باید بکنیم، بهترین موقع ماه الوله. ماه الول و ما لشیم نوامخا اطلبم زر خمگی. شما شروع بکنی، شما بیاید اول شروع بکنی، شروع بکنید، من کمکتون میکنم. نگید سخته، نگید نمیشه. اونطور که پاراشای بعد میخونیم، ما لشیم اطلباب خواه به اطلباب زر خواه رشته و تعلون میشه. میگه تو بیا شروع کن، من بقیش کمکت میکنم. اونطور که میگیم انیل دادی، یعنی اول ما باید به اشم نزدیک بشیم، ما اول یک قدم بیای، بعد اشم کمکمون میکنه صدها قدم. میگه تم پیت خودی که پیت خوش محد هنی افتحان خیم که پیت خوش اولام. من برای شما در تالار باز میکنم، شما غم نخورید، شما ناراحت نباشید. بنابراین ما چیکار بکنیم؟ ما میخوایم یه سراره رو مهارش بکنیم به کمک هشم. هشم میگه شما شروع کن، انیل دودی، بعدش هم به دودیلی
حالا عشب که عزیز ماست، محبوب ماست، میگه من میادم و تو شروع بکن، من میام. پس حیواره خوی هر خلباب کیه گفتیم؟ اون کسی که میترسه از گناهانی که تو دستشه. اگر بین تفینین دست و سر داره قطع میکنه و فاصل رو میندازه، همشون نه ترایی داره نه چیزی داره. گفتیم با این مقدمه بسیار آسون، برای همین ما بگیم چرا هفتا پیچ میزنیم رو دستمون. در گمارای سوکا میفرماد که ساتان هفتا اسم داره که منظور هفت راه داره که ما رو اغوا بکنه، گول بزنه. این ما میبندیم، یعنی ما میخواییم ببندیمش، اسیرش کنیم، تو بند بیاریمش، نیذاریم هر چی میگه بگیم چشم. این اسب سرکشی سراره و انگیزه ها و هوا و هوس ها و شهوت ها و دل بکش ها، اینا رو باید مهار بکنیم. اینا با اسیره قدوشا اینا رو فراری میدیم. نور که بیاد تاریکی رو دفع میکنه، نور قدوشا بیاد اینا رو عقب میزنه. همه اینها یار ماست، کمک ماست که عشم به ما لطف کرده و به ما اشاره میکنه. حواستون باشه. آدم سفر میگه چرا ما تفلین دست اول میبندیم؟ برای چی؟ مثال میاره، میگه یک جماعتی بودن، گفتن ما میخواییم یه نفر رو به عنوان پادشاه بر خودمون قبول کنیم. خب ما بررسی کردن، یه نفر رو که لیاقت شاهنشاهی داشت انتخابش کرد. گفتن تو جیبشو رهبر ما، پادشاه ما، سلطان ما، و من به این شرط میام. گفتم چه شرطی؟ گفت ما اگر اونهایی که دشمن من هستن اینها رو سر جاشون بشونید، کتو بغلشون ببندید که اینا اعتراض نکنن، من حاضرم میام خدمت شما. پادشاه در حقیقت عبد ملته، خدمتگزار ملته، تمام زندگیش وقف ملت باید بکنه، آرامش و آسایش و گردش و تفریح و آزادی اینطوری مثل آدم عادی نداره. مسئولیتش بسیار بسیار سنگینه. میگه من این را قبول میکنم به این شرط. حالا اینجا میگه شما میخواید عقل کار بکنه، عقل شاه بشه، خرد و دانشتون کار بکنه، پادشاه وجودتون باشه، این دشمن رو ببندید. دشمن رو چیه؟ که تو دسته، تو قلبه، پهلو قلبه، دست چپه، طرف چپه، او رو بگیریدش، مهارش بکنید، دربندش بکنید، اون موقع من میتونم وظیفم رو درست انجام بدم. و الا این معترضه. بنابراین این که به ما داره میگه حواستون باشه، شما میخواد از دانشی که اطلاع دارید، میدونید خیلی چیزا ما میدونیم، نمیتونیم بکنیم. میگه وای به تلمید حخامیم، وای به تلمید حخامیم. چرا؟ چون اینا حرف یه سرار هست، یه سراره حاکم اون هست. نمیشه، بعد این رو شکستش بدید، این رو دربندش بکنید، تابوتونید. یعنی اگه جلوی هوا و حوستون نگیرید، دانشتون، علمتون ارزش واقعیش رو نداره، نمیتون پیاده بکنه. پس ما چرا بترسیم از جنگ؟
اگر بین تفلین دست و سر جدایی میدادیم، یعنی بین مغز و قلب که اساس تمام گناهان کیه؟ دله، دل، دل هوا و هوس ها میکشه و عقلم به میارتش با خودش، راه هم از اون میطلبه، کمک هم از اون میطلبه، به هدف خودش میرسه. چجوری آدم که میخواد دوزی بکنه چیه؟ میخواد، یعنی قلبو میخواد، احساساتش میخواد دوزی بکنه، مال دیگری رو سرقت بکنه. حالا چجوری کمک میگیره؟ از عقل، از دانشش کهان گیره، چجوری بره، چه موقع بره، چه با چه وسیله بره که بتونه سرقت بکنه و یا رب کنه و همثال اینها. خیلی مهمه که باید بدونیم. اول باید، برای همین میگه اول تفلین دست میزنیم مقابل قلب، اول قلب رو درستش بکن، بعد میتونه حاکمیت و سلطنت مغز رو و حخما رو داشته باشی. و در غری صورت نمیتونی داشته باشی. فرماد همانطوری که ما میدونیم به نیسخان فرماد در سفر سیرا که تمام 12 ماه در مقابل نام اعظم هشم هستم. نام اعظم هشم همونطوری که میدونید به سور مختلف بشه بین بسن و به 12 یود در صدر حرف هشمه و یود امون ایراست، یعنی ترس خدا در صدر تمام اموره. و این کجا باید قرار بگیره؟ نه مغز. مغز میدونه که خدا قادره، خداوند تماناست، خداوند مزد میده، خداوند کیفر میده، مکافات میکشه. اما موقعی که احساسات هست، موقعی که شهوات هست، موقعی علاقه به این دنیا هست، میگه من دست میکنه بالا، میگه من اسیرم، من دوبندم، نمیتونم کار بکنم. میدونه که بده. همونطور که گفتیم افلاطون توی شهر خرابات گفت من عقلم الان کار نمیکنه، نیست، اسیره. اسیر چیه؟ اسیر شهوته، اگه این انگیزه های شیطانیشه، بنابراین کار نمیکنه. اول پس باید قلبه رو درست کرد، اول چیزی که پیش دسته، دست چپمون، قلب دیگه اینجا، اونجا باید تسهیش کرد، تسکیهش کرد و درستش کرد که آتا بتونه عقل کار خودش بکنه. و این فرمان ما میدونیم که ماه الول یکی از اسمایی که در جوهر داره به طول زنه، درسته؟ ما میگیم ایشا یرتشم هیتی تلا، موقعی که بخواییم اشتایم میخونیم میگیم ایشا یرتشم هیتی تلا، معنی سادش معلومه که همه میفهمه، یعنی معنی عمیقش ایشا یرتشم تلا اشاره است به ماه الول که به طولاست، ایشاست، نه اینکه هر ارمایی یه اسمی داره، یکیش میزانه، یکیش عقربه، یکیش هم کنه ماهیه و هم سال اینها. ماه الول ماه بتوله هست. حالا میگه ماهی ایراز که گفتیم یود نام اعظم هشمه، ایراتشم ایتی تلا، نه اینکه منظور من زن معمولی، زن معمولی هر زنی باید ایراتشم داشته باشه، هر مردی هم باید داشته باشه، و این بالاترین حسنی که انسان میتونه داشته باشه از خدا بترسه. از خدا بترسه تمام جاده ها همواره و بقیه امور به راحتی میتونه پیاده بکنه، یعنی درجات انسانی رو میتونه احراز بکنه در اثر اینکه جاده مساعد باشه. چجوری جاده مساعده؟ مزاحم نیست، سنگلاخ نیست، دره نیست، عقرب نیست، ایوون نیست، یعنی که قلب رو بشویتش. قلب تهار برادی الهیم و روح نخن حدش بخیر بی دایده مرخ میگه قلبمون، قلبمون کمک کن که بتونیم تمیزش نگه داریم.
خیلی از خواهر و برادرها خواهر و برادریشون به از دست میدن. این امتیازهای عالی انسانی رو به دست نسیان در بوته فراموشی میسپرن. چرا؟ کی نگه میدارن؟ ادعاقت نگه میدارن برای چیزهای هیچ پوچ. خودشون رو مشغول میکنن به چیزهایی که اصلا ارزش واقعیش هیچ، صفر. همه از جنب ساتان اصرار است که باید حواسمون جمع باشه و از خداوند بطلبیم. این چیزیست که ما میبینیم در این پاراشا، همین میخواد بگه به ما. هیاره و رخل باب، کسی که میترسه، یا یاره کسی که میترسه، اشرا آدم مفهد تامید، آدم بترسه از چی؟ از خودش، از این که خودش دشمنه. اولین دشمن آدم خودشه. اگر یرعا رو، ترس از خدا رو از خودش دور بکنه، اگر ایراد خط داشته باشه، ترس خطا داشته باشه که تکون نخوره به راست و به چپ، دوتا سور میده دوار شرگی دور خمیش مال، مطمئن باشه از هیچ چیز نباید بترسه. در زندگی از هیچ چیز نباید ترسه، از هیچ چیز نباید ناراحت باشه. از خدا اگه بترسه و قلبش رو مالامال محبت خدا بکنه، ایرعا و هوا با هم باشه، ایرعت رو متعمل بده. هرچی باشه خالی که بکنه از سطح پایین و ابتدایی بیاد بالا. نه ترسی از مجازات و جهنم و بیماری ها و شکست ها و درد ها و ناراحتی ها، اینها جای خود. از ترس بزرگواری هشم، عظمت و کبریایی هشم، این همه مصنوعات و این همه مخلوقات و این همه موجوداتی که هشم داره نه فقط ساخته، داره اداره میکنه. هر آن اگه طرفت و اینی نظرش برگرده، تمام دنیا به تو و به او برمیگرده. شما نگاه بکنید، باروخ هشم امروزه نشون میدن تو فیلم ها. تو چین چند روز پیش سیل اومده بود، ماشین، ساختمون، آدم، همه رو با یک سرعت بسیار 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 زیادی میبرد. آدم نگاه میکنه این فیلم هایی که گرفتن، آدم نشون میده، آدم وحشتش میشینه. ببینید هشم که بخواد با یک آن طرفت العین همه چیز رو، همه عمران ها، آبادی ها، آدم ها، ماشین ها، وسیل ها، همه رو به نیست نابودی میکشنه، ببرید تو قعر دریا. ببینیم عظمت هشم، بزرگی هشم. ما ببینیم قدرت داره. ما در مقابلش خلاف بخواهیم، تمرد بکنیم، اسیان بکنیم، نمیارزه. بنابراین باید ایرعت، ایرعای هشم تو قلبمون باشه. یود نام اعظم هشمه، یود از نام اعظم هشم، یود ایرعاست. ایرعا باید داشته باشیم از هشم، و هشم تمام امور رو برامون یاری میکنه. می شما شروع کنید، من با شما هستم. این ماه ایلول همین رو به ما میگه. نه فقط بیاید سلیحات بخونیم و عبار بخونیم، داد بزنیم یا کبور که بیا مزه خبر نرخم، ولی باید بوشونیم خودمون، تمیز بکنیم خودمون، اخلاقمون، رفتارمون، گفتارمون، اندیشه‌هامون درست پیاده بکنیم. خداوندم به ما سالی پربار پربرکت بده. قبلا ما گفتیم و گفتن برای ما ایلول و روش هشانه شماره ابجدش مساویه با کتیبا و حتیمه تو با، که همه ما انتظار داریم به زخوت همین تشوایی که ماه رحمته. این بنیان داره. ببینید یه چیزی نیست که ما بگیم ماه ایلول ماه تشوه است. دیدیم نیاکان ما که تشوه کردن به خاطر ای که گل پرستیده بودن، ماه ایلول تشوا کردن، چهل روزی بود که موشه رفت شماییم، او هم التماس کرد و لوهای دومی گرفت و تشوای همه
آخر کارش این گفت سلاحتی که داره خب من بخشیدم با وجود این که ما خلاف بزرگ کنیم الله عطا همزه عطا گدلا، ولی تشوبا در مقابل همه چیز دفع میکنه و رفع میکنه و همه بلاها رو عقب میزنه، جاش برخا میاد، شفا میاد، سلامتی میاد، صلح و امنیت و همه چیز خوب میاد. هشم توفیق به همه ما بده و موفقمون بکنه که سال پربار و پربرکت به استقبال داشته باشیم، به شرطی که ما شروع کنیم که تشوبه بکنیم، هشم هم یارمون خواهد بود و میتونه دیگری هم تشوبه های دیگری هم بهمون بده و سال پربار و پربرکت بهمون نصیب. اجازه بدید که ببینیم اسرت تورا درباره پاراشا چی میگه. فرماد شفتیم و شفتیم تیتیم دخواب خود شعاره در میدراش میاره که شروع امیر خلا شلوم میفرماد لیخ لن مالا آتسه ری دراخه ها و حخم هشیر این لقاتین شده رموشد بخین بقاییز لحما آگرا به قطیر معخلا. شنو مملخ چی دیدی که میگه برو نزد مورچه راهاش رو ببین عقل باش که ندارد افسر و پلیس و حاکم تخین به قیس لحما آماده میکنه در تابستان نونش جمع میکنه دنگام درو خوراکش. میگه نگاه بکنیم مورچه تمام عمرش 6 ماه، تمام خوراکش یک گندم و نصفه، اما میاد بیکار نمیشه. میفرماد بیاد جمع میکنه. همیشمان برایان میفرماد که معصه بوده که رفتن دیدن که لونه موریانه انقدر گندما رو جمع کرده که برای چندین سال که بخوره داره. چقدر جمع کرده؟ اصلا قابل وصل نیست. فرماد 300 کور که حدود 51,000 کیلوگرم میشه، همش خوراکش یه گندم و نیمه، همه اینا رو جمع کرده. چرا؟ میگه شاید خدا حکم کرد که عمر بیشتر به من بده من داشته باشم بخورم. رمیش رومو آراشلو میفرماد شما هم از میسواها نباید غافل بشید، اما اونطوری که تنبلی بکنید. شما اومدید چند دهه تو این دنیا چه کار بکنید؟ من ند عرق بریزید، پول جمع بکنید، ساختمان بکنید، همه اینا سپرده همش بذارید برای کسی دیگه. اصل موضوعی کارا نمیگیم نکنید، ولی اصلتون میسوتون معصومتون در لابلای کاری که میکنید آیا رعایت اصول صداقت و درستی و پاک دستی و احترام به حقوق دیگران و احترام به خود شخصیت دیگران منظور دارید یا ندارید؟ اون مهمه. برای ما مهم نیست که چقدر تو کار میکنی، چند در میاری، چی میخوری، چی نمیخوری. حرف اینجا چیزی که میخوری آیا با موازین تو را میخونه، تطبیق میگه؟ آیا موقعی که تو خوردی و سیر شدی آیا تبرک به خدا میگی، قدرشناسی میکنی، تشکر میکنی؟ اینی که هم مهم چی باشه، چی مهمه در لابلای این حرکاتی که میکنی. اونطوری که بارها خدمتون گفتیم آراف سایم به دکتر گفت تا چی کار میکنی؟ گفت چی؟ من میرم مطبا نسخه مینویسم و هر نسخه 50 دلار 100 دلار میگیرم. هم گفت همین. گفت میشه چیزی من به تو بگم؟ من نمیخوام که نسخه تو کم پول بگیری، هرچی پول میگیری افته بگیر، ولی نیتتی باشه که داره خدمت به دیگری میکنی.
منظورت اینه که تو در این کاری که داری میکنی یه قدم مثبت برای جامعه برمیداری، برای هم نوعت برمیداری، نه فقط هدفت ای باشه که جیبت پر کنی از پول دنیا، مال دنیا. این هدف واقعی یک انسان نیست. یک انسان مهمتر از اینها باید هدفش باشه و مقصود و نیت و تینتش باشه. ما هم همینطوره. میبینیم یه بارو پیش موریان از او درس بگیر برای عاقبتش که معلوم نیست شما عمر زیاد کنه یا نکنه، داره همه خروارها گندم جمع میکنه، تو هم بارو میسوار جمع کن. اگر میسوار جمع نکردی باختی. اگر میبینم فرمادا نمیدونه آدم یه برخایی که میگه چقدر ارزش داری، یه شعرکانی میگه، یه میزانات میگه، یا اسی درست البته ادا میکنه ها، نه نصف کلمه ها میگه و نصفش نمیگه، ما میگیم قشنگ با کمان ها میفهمه. خب بعضی از بزرگا حتی میگفتن برای حتی برخا از رو بگو چقدر مهمه، خیلی ارزش داره دیگه. موقعی که آدم رفت همه اینا از دستش رفته، تماشا رفت. بنابراین میگه تا فرصت دارید شما اینا از موریانی از مورچه ها یاد بگیرید. البته اونایی که اهل علم هستن میگن که و حقم رشته بوده میشه حیطا امحسم کل مرخلا حقم میشه و حقم عاقل باش میشه حیطا امحسا کل مرخلا وامش هم که معلومه وامش شیش ماس عمرش باز نمالا راشته بوته نمالا میشه چی نمالا مخینا درکا هرمه آسه صدقال درکی خواه پس صدقال درکی چی کار میکنه؟ دیگه نگاه میکن راهای اون راهای مرچه اینا گازین نمیکنه دوزین نمیکنه میگه میمواند شمان بین حلفتا بوده میادشو یه مرچه ای رو به اصطلاح علامت میذاره روش، یه دونه گندمی داشته، این دونه گندم میندازه زمین، خسش بوده هرچی بوده میره، مورچه های دیگه میان بو میکشن بعد نمیدارن. همینطور شان این حرفتا حاضر و ناظر ببینه چی میشه، تا خود همین که علامت گذاشته بهش میاد و این دونه گندم رو برده بگی بیمی گازم نمی کنن. تو هم یاد بگیر عقل باش، چیزی که هشم برات مقرر کرده هیچ کس نمیتونه دست بود بزنه. اگه قسمت توه قسمت توه، تو میره قسمت کسی دیگه برمیداری، قسمت خودت که دست خودته، کاش بتونه به سلامتی بخوره و استفاده بکنه، که میدونه. بنابراین میگه باید بفهمید چه خبره. سوال میکنن در گمارای خولین اومده که لخنن مالا آت ری درخا و حقم رامی شرشیا این مورد رو امتحان که درست اومد چیکار که یه روز گرم تا به سو اونا نمیدونن مرچه ها بیرون باشن از گرما بسوزن، اونا میرن تو حفره خودشون لونه خودشون اونجا. یه اومد و با لباس خودش سایه درست کرد. خب یه مرچه اومد اینجا دید سایه است، رفت به مرچه های دیگه گفت بیایید بیرون سایه هست خوبه. مرچه ها اومدن بیرون، همی که اومدن بیرون این لباسش جمع کرد
اینا ریختن رو سر این ریختن رو سر همون که اومده و برده چونگونون بهشون گفته بود کشتنش. یعنی از اینجا دلیل که اینها نه رئیس دارن نه سرور دارن نه پلیس دارن. اگر پلیس و قاضی و سرور داشتن این رو می اومدن محاکمه شو کردن، گفت همی طوری بزن رو سرش بکشنش. میگه حالا اینها قاضی ندارن رهبر ندارن، ولی با وجود این گازن نمی کنن مال کسی دیگه. حالا تو که قاضی داری شفتی مشتیم تیتین لخوا بخور شعره خوا، تو که میدونی عشم به تو همه چیز داده، خودش عشم شفت کلا آرسه، نه اینکه کاری بکنی که مال مردم رو برداری یا به مردم تجاوز بکنی. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، میگن که مقیر بیهانان نشسته بود و دراشکه که در آینده عشم دروازه های یروشلایم را با سنگ های گران قیمت مزین میکنه، سنگ های جواهرات، الماس و شبچرا یا قوت و امثال اینها. ما قیراتیه چجوری در دروازه؟ نه در معمولی، در دروازه که بسیار بزرگ و بلند و وسیعه. این تقمیده گفت این گوزما داره میگه، اغراق داره میکنه بود. تا اینکه موقع همی تمیده رفت سفر، رفت سفر رو تو دریا دید ملاخیم دارن سنگای بزرگ جواهرات و الماس و یاقوت و شبچنا اینا برای چی میبرن؟ چی کار دارن به اینا؟ سنگای بزرگ بزرگه. گفتی یک رو بیاران گفته میاد شهر پیش رو بیاران، میره بیاران دراش خوب دراش کردی، قشنگ دراش کردی، از دراش ها بکن، من خودم به چشم خودم دیدم. میگن که تو ایمان نیاوردی، نیاوردی تو به چشم خودم ندیدی، تو لازم نیست که دیگه ادامه حیات بدی. میگه خب اگر این طوره پس چطور اومد رام شرچی ها امتحان که علامت گذاشت رو مرچه و که گفتیم طوری که گفتیم رب مرچه های دیگه واردیم بیرون و امثال اینها؟ یکی از نوابغ جواب میده و اون مهارام شیفه از قول مهاریسی که میگه اینجا فرق میکنه با اونجا. شنو من بره خودش داره میگه لخنانی مالا آسه ره دراخه هم حق هم، میگه برو برو امتحان کن، من به تو میگم تو اجازه میدم، دیگه ایمان نیست. ولی اون روحانان مسئله ایمان بوده، تو ایمانت به استاد نیست، ایمانت به میدراش نیست، ایمانت به تراش برپه نیست، این بده دیگه. نه دیگه اون باید ایمان داشته باشی. ولی اونجا که گفته برید امتحان میکنه جواب ساده ای که برای ما نقلیه در کتاب نهلت یعقوب نویسنده نتیبوت مشپات میگه منظورشون چیه خامین که این داستان مورچه ها رو برای ما نقل کردن تو میدراش شفتی میشدنی. میگه نگاه بکنی بعضی افراد هستن مثل مورچه ها، مورچه ها طبیعتشون اینا طبیع عقل که نیست، روی ذاتشون روی سرشتشون اینه که گندم دیگری جو دیگری که زحمت کشیده قصد نمی کنن. درسته، ولی روی فرمان روی دستور نیست. میگه خب بعضی آدم ها هستن طبیعتشون این طور طبیعتشون خوبه، ولی اینا طبق دستور عشم نیستن، طبق تورا عمل نمی کنن، کار به تورا ندارن، ذاتشون این طوره. میگه اگه تو بخوای بری دنبال فقط ذات و سرشتت، کاری به دستورت تورا نداشته باشی، طبق تورا نخوای عمل بکنی، مثل مورچه هستی.
نگاه کن مورچه ها در قسمت گازر رعایت میکنن، اما در قسمت قتل و کشتن ببینید چجوری که طرف رو کشتن بدون اینکه واجویی کنن و قضاوت کنن و داوری بکنن. پس تو هم همینطوره، اگر که تو بخوای که طبق سره بگی میان سرشت منیه که من خوب هستم و که به کسی آزار نمیرسونم، ولی از طرفی تو طبق دستور تو را عمل نمی کنی، جای دیگه ممکنه یه آدمی هم بکشی، چون برای یک قسمت طبیعت تو اینطور اجازه به تو میده، قسمت دیگه نمیده، همونطوری که ما میبینیم تمام وجود مورچه ها که میگیم گازل نمی کنن از گازله، از کجا میارن باید به این کارا بکنن؟ همش میرن تو صحرای مردم، تو خونه مردم گنده ها را میدوزن، از افقر که نمیارن مال مردم رو بردن، میگن با هم مال مردم رو خرص نمی کنیم. میبینید که تضاد در کار اونا و طبیعت نمیتونه ملاک باشه. اگه یه آدمی قلبش خوبه و رادش خوبه ولی طبق تو را عمل نمی کنه ارزش نداره، چون یه موقع دیگه چون اگه نظرش گرفت طرف هم میکشه. با وجود این که طبیعتش به مال دیگران نیست که تصاحب و تجاوز بکنه، اما سرشتش برای آدم کشی اذیت کردن دیگران خیلی آمادگی و استعداد داره. بنابراین میگه نه، باید ما طبق تورا انپیر تورا شیری رو خواد و علمش باید شیری هم رو لخواد ترسه. ما تمام کارمون باید نه طبق سرشتمون و خمیرمون باشه و ذاتمون باشه و طبیعتمون، نه، ما باید ببینیم با نسخه های تورا تطابق داره اون حرکت بکنیم، اگر ببینیم تطابق نداره نباید حرکت بکنیم، نه خلاف نباید بکنیم، ما طبق امر هشم باید این کار رو انجام بدیم، اون موقع درسته، در غیر این صورت طبق طبیعت معنی نداره که ما کار بکنیم. رامی نشان می‌فرماد، همینطور ابن وحیه میگه شفتی میشد این دلخواه. اینجا منظور به تمام شعره، به تمام ملته که شما باید قاضی داشته باشید، باید قوه قضاییه داشته باشید، قوه مجریه داشته باشید که امنیت باشید تو کشور، تو شعرتون امنیت باشید، به خود شعره خواه تمام شعرهای تو باید این رو داشته باشید. حالا میگن اگه این طوره چرا نمیشته شفته میشوندین تیتین لخا باید بگه لخم به صورت جمع باید بگه چرا لخا؟ همه میدونن، خیلی از مفارشیم توضیح میدن برای خود تو، تو خودت هم دروازه یه آدم یه شهریه، دروازه های مختلف داره، چشمش یه نوع دروازه ایه، گوشش یه نوع دروازه ایه، دهنش یه نوع دروازه ایه، دماغش یه نوع دروازه، جای دیگر هم دست و پا و چیزا هر کدام به نحو خودشون دروازه های هستن که باید روی همه اینها هم قاضی قرار بدی هم پلیس قرار بدی، و این قاضی و پلیس باید طبق منویات عشق باشه نه چیز خودت بخواد. بنابراین طبق قانون تو را باید روی این دروازه ها قاضی قرار بدی که آیا درسته یه کار کردن، عمل کردن با چشم نگاه هایی که نامشروعه، نگاه هایی که نباید باشه، همینطور گوشت، دروازه های شنیدنی، نه شنیدنی تو باید گوش بکنی، نه هر آوازی تو باید بشنوی، نه هر حرفی باید به گوش تو بره وارد بدن تو بشه، همینطور دهان، نه هر غذایی وارد دهان تو بشه، نه هر حرفی از دهان تو بیاد بیرون، باید بسنجی بدونی قاضی و پلیس برای همه اینها بزرگ کنی. هیچ کس هم بهتر از تو را نمیتونه پلیس باشه و خودتو پلیس خودت باید باشی،
خودت قاضی باش، خودت هم پلیس باش. میبینی مال فرقه. بعدش اگه نوتت مشبار، حالا من به تو دارم میگم قانون رو تیز نکنی. یا شاول کچ که پدرش در اومد، موقعی که بهش گفت چرا مال قیانه کشتی، گفت مردم گفتن اینا ایونا بیارم برای زب کنم برای هشم. نه ایمد بگه اشتباه کردم، تو پیغمبر گفتی به من اثری از امالق نگه ندار، کوچیک و بزرگ ایوون آدم همه رو تیغ بزن. گفت چی؟ من از ملت ترسیدم. ترس این دو چین داخت تفسیر رو سر مردم خود این قرار نکه که من اشتباه کردم، برای همین حل شد و از بین رفت. اما برعکس این داویده، داویدم یه رخ اشتباه که آدم اشتباه میکنه. مگه ما فرشته هستیم که اشتباه نکنیم؟ ما اشتباه میکنیم، ولی سعی میکنیم که اشتباه کم بکنیم. ولی اگه اشتباه کردیم باید اقرار بکنیم و توبه بکنیم و اعتراف بکنیم. همانطور که داوید امیلخ موقعی که ناتان علاوه اومد و براشون مثال معروف رو گفت، گفت بله من قبول دارم، من خطا کردم. خطات که آمدی پیاشم و داشم چی گفتش؟ گفتم اشه میویر خطات خودتان بود، اقرار کرد شوه کرد شما بخشید. نمیتونی کج بکنی کسی دین به خودش. اگه اشتباهی کرده بگو من اشتباه کردم. مگه یهودا رشادت نشون نداد، شجاعت نشون نداد موقعی که میخواستن عوضی تامار رو بیارن و بکشنش بسوزوننش، موقعی که اون حسا و چال و چیزی که بایش مارش گذشته بود بهش داده بود، بابا نگم که این مال من نیست، اقرار کرد، گفت صدقا این راست میگه، این بچه او مال منه، من خطا کردم. جلو همه دادگاه تشکیل بده بود که تامار رو بسوزوننش، ولی موقعی که متوجه شد اقرار کرد. این شجاعت شاه برای همین یهودا اقرار کرد شاه شد. تمام ملاخیم ما از یهودا است برای اینکه شجاعت نشون میده آدم اشتباهاتش رو باید اقرار بکنه، تشوبه بکنه و اگه من اشتباه رو کج نکنه. تمام شد رفت. درباره عرب عبدالله سمخ که رابع عرب بن شهر بوده تو بغداد، یه موقع بهتان میزنن که به دولت این خائنه، نسبت به دولت وفادار نیست. پلیس میفرستن اونجا، پلیس میفرستن خونه شون، همه شون تا این که عرب میبینن همه شون ضبط میکنن، میافتن نمیتونن تکون بخورن. رئیس پلیس اینا چی شد؟ نایمدن این بود بوده لحظ کش کنن بیاننش بازجویی بکنیم. یه گروه دیگه میفرست، یه گروه دیگه هم میفرست، تا اینکه میان همین که را عبدالله سمخ رو میبینم همونجا میفتم. رئیس پلیس صبر میکنه یه ساعت دو ساعت، میبینه نه این گروه هم نایمدن، بلند میشه خودش با چند نفر میره اونجا. همین که شکل و سیمای پلوشای عربل عبدالله سمخ میبینه برمیگرده، میگه با این نمیشه یکی دوتا که این معلومه یه انسان ملکوتی، یک انسانی که ایراد شناهیم داره، آدم پاکیه، بنابراین همه ازش میترسن، همه ازش سام میبرن. کسی که از خدا میترسه ها دیگه همه هم ازش میترسن دیگه، همه نداره. بنابراین این که میفرماد شما باید بدونید بهترین پلیسی که میتونید داشته باشید خودتون برای خودتون هست. شما اگه رد شما این داشته باشید از هیچ کس نباید بترسید، باید بدونید بالاترین چیزی که هشم از ما میخواد ما با هشم باشیم، هشم رو داشته باشیم و این موهبت هشم از ما سلب نمیشه. موهبت اجتماعیه که ما بنده تمام عیار هشم باشیم، خالص و مخلصانه و اقرار بکنیم
خودمون بهترین کسی هستیم که دونیم محک خودمون بزنیم، میدونیم قلبمون چیوری میره نسبت به یک کینه داریم، نسبت به او ادابت داریم، به او دشمنی داریم، به او نامحرم. همه اینا باید بزنیمش کنو، همه اینا باید بوشوریمش. قدشون هست و رحصت مختقا رحصوی زکو، تمام وجودمون باید با آب ترا بشوریم. من این خیمه با آب ترا کشستیم، تمید نگه داشتیم، هیچ خمی نداشتیم باشیم. نه از ملخ ماغد بترسیم، نه از گیران بترسیم، نه از دشمن اینجا که هیچ کار نمیتونم بکنم. فقط ما از هشم بترسیم، هشم هم خودش راه و وسیله خوب برای همه ما انشاءالله به ارمغان میاره و ما را رستگار دو عالم میکنه که شرمنده دو عالم نشیم انشاءالله. شبات شنا.